أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. با عرض سلام حضور بینندگان بسیار عزیز و بی‌نهایت گرامی که همکنون پای تلویزیون نشستن و پروگرام جلسه قرائت قرآن احسن الحدیث را از طریق تلویزیون جهانی پیام افغان مشاهده میکنن و دستگل های قرآنی نار انشالله میبینن و قرائت نار میشنون، سلام عرض میکنیم و خوشحال هستیم و از حضرت باری تعالی و از درگاه آن خداوند جل جلاله اما نواله را سپاسگزار هستیم که با ما توفیق داد دوباره در محضر مبارک شما قرار بگیریم. و قبل از اینکه پروگرام آغاز کنیم مولود شریف را داشتیم که گذشت، تبریک عرض میکنیم خدمت بینندگان بسیار عزیز گرامی ما و کافه امت اسلام و خاصتا به شریعت. و همچنین ما باز هم در هفته ربیع قرار دادیم که برایت اونجا هم ولادت مولود شریفان حضرت و نور دیدین و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام هست. تبریک عرض میکنیم خدمت شما و امیدوار هستیم که انشاءالله همگی ما و شما خادم قرآن عظیم و شان، خادم سنت آن حضرت و خادم راه اهل بیت آن حضرت باشیم و حرمت بگذاریم که الحمدلله حرمت داریم. خوشحال هستیم و امشب حضور مهمانان عزیزی هستیم، دستگلهای قرآنی هستیم که شما اگر پروگرام های ما مشاهده بکنین هر ما که ما میایین چهره های جدید در با خود میارین. الحمدلله که توفیق بسیار بزرگی هست. در خدمت محترم جناب قاری صاحب عبدالباسط جان زبیعی هستیم که خیلی خوش آمدین که به پروگرام تشریف آوردین و انشالله در آخر پروگرام از تلاوت شما انشالله بهرمند میشیم. و عزیز دستگل قرآنی ما نوجوان آقای هنوش اکبرزاده هستند که خیلی خوش آمدین جناب آقای اکبرزاده به پروگرام احسن الحدیث. و همچنین عزیز دیگر ما دستگل قرآنی نوجوان عزیز ما آقای نوید جان شاه که اینا چهرین برای شما آشنا هست که سه ما قبل اینجا ترتیل خواندن برای شما امشب در ابتدای پروگرام تلاوت میکنن و محفل با تلاوت اینا آغاز میکنن. خیلی خوش آمدین. و همچنین دو دستگل قرآنی دیگر ما برادرای عزیز گرامی ما جناب محترم سراب جان امیری هستند که خیلی خوش آمدین. تشکر میکنیم از شما که آمدگی گرفتین برای اولین مرتبه پای تلویزیون آمدین. و همچنین برادر دیگر ما، عزیز دیگر ما، دستگل قرآنی ما محترم آقای شهزاده جان احمدی انوری، بسیار مبخشین، خیلی خوش آمدین. تشکر که قبول زحمت کردین، از شما تشکر میکنیم. و خداوند شاکر هستیم که عزیزان ما الحمدلله نوکار هستن. دفعه اول نا هست که پای تلویزیون میاین، ای خودش یک افتخار بزرگی هست و انگیزیه هست برای دیگه جوانا و نوجوانان قرآنی ما. خب ما محفل را آغاز میکنیم با تلاوت عزیز ما دستگل قرآنی ما آقای نوید جان شاه که از سوره مبارکه ضحا و حمد شریف یعنی فاتحة الکتاب برای ما میخوانند. بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الله يفتح عليك. أحسنت أحسنت. ألم يجدك يتيما فآوى ما شاء الله ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. الله ما شاء الله. الله الله الله. أحسنت. الله أكبر. أحسنت. إياك نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين. الله ما شاء الله ما شاء الله. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ما شاء الله. تقدير وتشكر مكنم از قاري نوجوان ما دستگل قرآنی محترم آقای نویدجان شاه.
نکته که لازمه به عرض تماما بینندگان بسیار عزیز گرامی برسانیم که ما در ماه قبل وقتی که برادر تلاوت کردن ما تلفونا داشتیم، تلفونی آمد برای ما از یک از کشورهای اروپای شرقی، از اروپای شرقی آمد، برادر به ما زنگ زدن. ما خواستم مطلبش خدمت شما بینندگان بسیار عزیز گرامی به عرض شما برسانم که هدف از تشکیل پروگرام یه که بار هم قبلا ما اعلان کردیم که انگیزی پیدا بشه برای جوانان نوجوانان. این عزیزانی که شما مشاهده میکنین اینا اکثرا در آلمان متولد شدن، اینا اصلا زبان مادری که فارسی باشه یا پشتو باشه یا دری باشه فرق نمیکنه، زبان مادری خود به راحتی اینا نمیتونن صحبت کنن، باز برسد چیجایی که بتونن حروفات قرآن عظیم‌الشان به راحتی تلفظ کنن. ببینین ما میتونن این انتظار از کسی داشته باشیم که در افغانستان زندگی کرده باشه، متعدد جلسات دیده باشه، در جمهوری اسلامی ایران بوده باشه، در پاکستان بوده باشه، در سعودی بوده باشه، در امارات بوده باشه، در هر جای از کشورهای اسلامی که اونجا همیشه الحمدلله مساجد قرآن، جلسات محافل قرآنه. اونا رو ما میتونیم از اونا بازخواست کنیم که چرا شما حروفات عربی درست تلفظ نمیکنین، چرا شما مثلا ترتیل دقیق رعایت نمیکنین. گفتیم اینا کسانی هستن که اینا به ظرف سم چهار ماه پیش، مثلا آقای هنوش اکبرزاده 5 ماه پیش از الفبا سی شروع کردن، امشب برای شما میخوانن. خیلی به 5 ماه در آلمان متولد شده، در اینجا پیدا شده، در اینجا حضور پیدا کرده، حالا 5 ماه از الفبا سی شروع کرده، امشب به شما قرآن میخوانه. من منظورم اینه که من اگر عزیزان ما، برادران ما صحبتی دارن، پیشنهادی دارن یا انتقادی دارن، ایر میتونن بعد از اینکه پروگرام ما تمام شد برای بنده تلفن های ما هست، ما در استادیوم تا 15 دقیقه اینجا نشسته هستم، میتونن زنگ بزنن. این از لحاظ این خواستم برای شما بگم اینه که ما باید همه دست بر دست هم بدهیم و کار بکنیم که عزیزان این نوجوانات تشویق بشن و فقط باید تشویق کنیم. امروز همون طوری که جامعه بشریت نیاز داره، عقلا و بزرگان قوم و بزرگان امت، عزیزانی که در رأس امور قرار دارن، میگن امروز جهان بشریت نیاز به آرامش داره. بله، باید همینطور باشه، تشنج نباید بشه، آرامش هر جا هستیم باید مردم رو دعوت به آرامش کنیم. امروز همین نوجوانان نیاز به تشویق دارن. من خواهش میکنم، پروگرام وقت ما کمه، اگر یک زمان شما تلفن میکنیم تا میتونین عزیزان روحیه بدین، تشویق کنین. اگر کدام صحبت فرمایشی داشتین، پیشنهادی داشتین، میتونین بعدن برای بنده تماس بگیرین، من در خدمت شما هستم. شما نگاه کنیم الان آقای نوید شاد تلاوت کردن، اینا 3 ماه قبل با ماه دی 2014 اینا ترتیل خواندن. من میخواستم کلیپ اینا رو کلیپ نشر کنم، مگم وقت ما کم، تقاضای مطلب نمیکنه. اون شما دیدین که الحمدلله در قرائت شروع کردن مکتب مرحوم عبدالباسطه. ببینین 6 ماه بعد چقدر زیبا مکتب مرحوم عبدالباسطه مخش میکنه. ما انشالله در خدمت شما هستیم و تلفنات شما را در لابلای پروگرام خواهیم گرفت. انشالله باشین با ما و حالا آمده میشیم و میشنوین قرآنی که توسط برادر عزیزم آقای نوجوان، قاری نوجوان ما آقای هنوش اکبرزاده، نونهال و دستگل قرآنی ما آقای هنوش اکبرزاده به شما میخوانن از سوره مبارکه حمد و ملک برای شما تلاوت میکنن. بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم
يبلوكم أيكم أحسن أملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سماوات طباقا ما ترى في الرحمن من تفاوت الذي خلق سماوات طباقا ما ترى في الرحمن من تفاوت فارجع المسار حتى ترى من فتور ثم ارجع المسار كرتين ينقلب اليك المسار خاسيا وهو هسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأتت لهم مذاب السعير وللذين كفروا بربهم مذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور ما شاء الله ما شاء الله تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألتهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بل قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا من نزل الله من شيء ما شاء الله إن أنتم إلا في ضلال كبير أحسن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أسام السعير ما شاء الله فاقتلهم بذنبهم فسحقا لأسام السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير أحسن ما شاء الله صدق الله صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ما شاء الله تقدير وتشكر میکنیم از دستگل قرآنی ما، دستگل قرآنی نوجوان ما، آقای هنوش اکبرزاده که واقعا شما ببینید چقدر اعتماد به نفس داشتن که یعنی بعض آیات از حفظ میخواندن. خدا انشالله برای ما و برای همکاران ما در احسن الحدیث توفیق عنایت بکنه که ما بتونیم یک دارالحفاظ انشالله در هامبورگ تشکیل بدیم که انشالله حافظ هم تربیه کنیم و این کار به توفیق خدا و به همیاری و همکاری شما امت اسلام و پیروان قرآن عظیم الشان انشالله تحقق خواهد پیدا کرد. بسیار عالی بود آقا جان، تشکر میکنیم ماشالله و تبریک عرض میکنیم اول برای همکارای عزیز ما که واقعا زحمت میکشن، در قدم دوم برای پدر گرامیشان، برای والده گرامیشان، به خانوادهشان که واقعا جای بسیار افتخار است. صبح خیزی و سعادت طلبی چون حافظ، هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم. حضرت حافظ رحمت الله علیه تمام گنج مقصود خور هر چه که داشتن از قرآن عظیم الشان می شمردن و می دانستن. قرآن عظیم الشان که هست لنگر زمین و آسمان هست. قرآن کتابی هست که برای تمام بشریت هست، مختص برای جماعت مسلمین نیست. قرآن با تمام بشریت صحبت میکنه و ایر با دلیل خدمت مبارک شما عزیز، شما از ما بهتر میدانید، آمده بار بار در قرآن عظیم الشان و وصین الانسان به والده احسانا، نگفته و وصین المؤمنین یا و وصین المسلمین، و وصین الانسان، نامش که انسان هست باید به پدر مادر نیکی کنه. یا الحمدلله رب العالمین،
هم برای پروردگار عالمیان. پروردگار عالمیان که اول است و اول آمده و آخر هست و ظاهر هست و باطن همه چیز هست. همه میرن مگر الله جل جلاله میماند و هست و خواهد بود. اینه که هر چه هست قرآن عظیم و شان است. همان طوری که خود قرآن عظیم و شان حضرت پیامبر امی بودند، یعنی سواد نداشتند، به دستور خداوند تبارک و تعالی برای حضرت جبرئیل علی نبی نو علیه السلام برای از اونا قرآن ارسال شد فرستاده. اونا اول قبول نمیکنن، بعد گفتن یه امر خداست و دستور خدا را اطاعت کردن و همو کار شد و تمام قرآن را برای نیام بیان حضرت جبرئیل از طرف خداوند میرساندن. در اونجا خداوند تبارک و تعالی به آن حضرت صلی الله علیه و آله و صحبی و سلم می فرمان که و ما ینطق عن الهوا، ای پیامبر از دل خود هیچ وقت گپ نزنی، هر چه که ما به تو گفتیم همون کار را باید بکنی. پس اینجا نشان میده که تمام هستی و نیستی همه بعد مطیع امر قرآن، بعد از خدا خداوند بعد مطیع کلام خدا باشند که هستن انشالله. و پیامبر و آن حضرت هرچی هم داشتن معجزه نم همین قرآن بود، و هرچی هم که اهل بیت آن حضرت و صحابه معظم و معزز آن حضرت داشتن و هر کاری رو که میکنن بر طبق قرآن انجام میدادن، از خود اونا چیزی ندیشتن که بیان. و احادیث بار بار ائمه اطهار گفتن، صحابه اهل حدیث گفتن که حدیثی که اگر مطابقت به قرآن عظیم الشان نداشته باشه و حدیث هیچ ارزشی نداره. پس اینی که قرآن کم نشمرین عزیزان، که توجه بیشتر به قرآن داشته باشین، که دارین الحمدلله تشویق کنین فرزندان خود. در هر جا که مساجد هست فرزندان خود ببرین پای دست قرآن معظم، تعلیم قرآن ببینن، با قرآن آشنا بشن. بچه‌ای که اینجا الحمدلله با قرآن آشنا بشن دیگه اینا همه چیز میدونن. الان همه امکانات هست، تفاسیر متعدد در اینترنت موجوده. اینه که انشالله از این بهره مند بشیم. و شعرم که خواندم شنیدین که از حضرت حافظ بود، خداوند انشالله روح حضرت حافظ همیشه شاد هست و اونا الگویی برای عالم بشریت، الگویی برای انسانیت، الگویی برای جامعه انسان ها که همگی از اشعار از اینا بهره مند میشن. خدا انشالله روحشان رو شاد کنه و حتما جنت فردوس و برین نصیب از اونا هست. بازم انشالله خداوند اونا رو از ما و شما رضی دیشته باشه، روی از اونا رو روح از اونا هم از ما رضی باشه انشالله. دعوت میکنیم از آقای سراب جان امیری که برای ما تلاوت میکنن از سوره مبارکه فاتح الکتاب، فاتحه الکتاب و سوره مبارکه بقره. بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيه نفسه ولقد استفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين.
ووسى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ هدايا يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا إلا هو واحد ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ما شاء الله أحسنتم تقدير وتشكر مكنم از عزيز ما دستگل قرآني جوان ما نوجوان ما آقای سرابجان امیری که واقعا بسیار بسیار عالی خواندین، بسیار با جرأت خواندین، بسیار با روحیه خواندین. من همینجا به فامیل محترم شما، خاصتا پدر گرامی شما، والده محترمه شما تبریک عرض میکنم و برای شما طلب موفقیت و سربلندی میکنم. سرابجان بفرمایید که شما فعلا مشغول به چی کار هستین؟ فعلا ما صنف 13 مکتب هستم. بله. در مکتب ویچوفس گیمنازیوم در بینتور هستم و امین سال آخری هستم بخیر که ابیتور میکنم و خلاص میشم. ماشاءالله. یعنی گیمنازیون هستیم. بله. ماشاءالله. ما الحمدلله بارها دیدین عزیزانی که ما در اینجا دستگلهای قرآنی که داریم میان اینا همگی نمراتشان بسیار عالی. بعضی ها اکثرا در ماتماتیک همه اکثرا بعضیشان نمره اول دارن، یعنی یک دارن، یک همه یک. این بسیار چیز مهمیه در اینجا که هست. ریاضی در همه کشورها سخت‌ترین مضمون هسته. وقتی که ما در مکتب بودیم اکثر بچه ها از زیر بار ریاضی میگرفتن. مگم ریاضی بسیار مهمه. اما تبریک عرض میکنم انشالله. در آینده دوست دارین که چی بخیر چی کار روی دست کنیم؟ بله، در آینده بخیر میخوایم انجینر شم. بله. و پدر جانو میخواه که انجینر تیاره شو آمک. ما شاء الله. و از خاطر از اونا اگه شد بخیر همون کارو میکنه. بله، همانطوری که ما گفتیم در پروگرام های قبلی که انسان ها هر چقدر در دنیا پیشرفت داشته باشند باید مدیون امور معنوی خود باشند. اگر ارتباطشان، اتصالشان یعنی متصل باشند با قرآن عظیم شان، به درگاه حضرت احدیت و مطیع امر خدا باشن، موفق هستن. ببینین الان الحمدلله آقای سراب جان به کنار قرآن هستن و بهترین درس را میخونن و بچه مکتب گیمنازیوم هم هستن. این جای افتخار بزرگ هست. ما تبریک عرض میکنیم. عزیزی از بینندگان بسیار عزیز گرامی ما، برادر محترم ما که از اعضای فعال جلسه قرائت قرآن احسن الحدیث هم هستن و بزرگ ما هستن، پروگرام قبلی از بنده سوالی کردن که شما شاگردار در چی مکاتب از قرای مصری سوق میدیم، اینا چی رقم شروع میکنن، به چی تشخیص اینا، مثلا بعضی عبدالباسط میخوانن، بعضی مصطفی اسماعیل میخوانن، بعضی دیگه مکتبی را میخوانن، تشخیص ای چی رقمه، این ما در جریان قرار بدیم. من خواستم به معذر مبارک اونا و شما بینندگان بسیار عزیز گرامی که شما الحمدلله همگی به موضوع قرائت قرآن بلدیت دارید و میدانید، وقتی که شاگرد پیش ما میاد شروع میکنه، اگر نونهال باشه که دیدین دیگه ما به چای 5 ساله داریم، 6 ساله داریم، 7 ساله داریم میخوانن، یا مثلا نوجوان هست از 8 سالگی، 9 سالگی، 10 سالگی شروع کرده، یا مثلا بزرگه، به تناسب تشخیص صدای این محترم
ما اینا رو سرخ میدیم. اگر مثلا صدا متوسط باشه، هم بم باشه هم زیر باشه، یعنی نازک تقریبا، اینو ما سرخ میدیم به جهت مرحوم شیخ عبدالباسط مصری رحمت الله علیه مثلا. یا اگر ببینید که صدا ریز بم نداره، این سرخ داده میشه به جهت تقریبا مرحوم مصطفی اسماعیل رحمت الله علیه، که روی شان خداوند شاد داشته باشه. و اگر دیدیم شاگرد مثلا صدا از این بمه، بمه تقریبا بم میخونه، این ما سرخ میدیم به طرف مرحوم شیخ صدیق منشوی. و همیشه بار بار بزرگان علم قرائت و اساتید معاصر، اونایی که چی فوت شدن بر رحمت خدا پیوستن، و اونایی که زنده هستن و اونایی که در این مورد اهل نظر هستن و صاحب نظر هستن، تأکیدشان ایه که اکثر عزیزانی که اگر میخوان علم قرائت پیش کنن و روی دست کنن و دنبال کنن و تعقیب کنن، باید از این سه بزرگوار تعقیب بکنن: مرحوم مصطفی اسماعیل در رأس امور رحمت الله علیه، مرحوم شیخ صدیق منشوی، مرحوم عبدالباسط صاحب. مگر متمایز است سبک و سیاق مرحوم مکتب، مرحوم عبدالباسط مکتب اینا یک انحصار به فرده. و ایرم نگفته نمانه که به معذر شما برسانم که اکثر قرای معظم، اکثر عزیزانی که قاری میشن، اول با صدای مرحوم عبدالباسط شروع میکنن. قبلا که بود 95% 99% میتونم با صراحت لهجه به شما بگم که اینا با عبدالباسط شروع میکنن، میان تا زمانی که بچه هستن، به بلوغ که میرسن صدا برمیگرده، به گوش صدا نمیتونن اینا داشته باشن، بسیار مشکل کوتان نگاه دارن، ارجاع میشن یا به مرحوم منشوی یا به مرحوم مصطفی اسماعیل یا به دیگر شیوخی که هستن، مرحوم شیخ عمران و دیگران و دیگران ارجاع میشن، یا مثلا شاهات انور از اونها میخونن پی میگیرن. مگر شخص مرحوم عبدالباسط ایه که متمایز هست، اونا همیشه مرکب خانی میکنن. یه که سه چیز کسی که میخوای مکتب مرحوم عبدالباسط پی بگیره باید دارای سه چیز باشه، سه ویژگی. سه ویژگی چیه؟ اول باید صدای بسیار زیبا داشته باشه، یک. دوم باید پرنفس باشه، دو. سوم باید با قدرت باشه. همیشه این سه چیز باید شانه به شانه حرکت کنه. هر کدام از اینا اگر کوتاهی کرد مشکل ایجاد میکنه. باید کسی که قاریه در مکتب مرحوم عبدالباسط میخونه، مشکل کسانی که بودن در افغانستان مکتب مرحوم عبدالباسط میخوندن، در کشورهای عربی، در ترکیه، در لبنان، در جمهوری اسلامی ایران، در پاکستان، در اندونزیا، مالیزیا، قاریای خیلی خوبه، اما نمیتونن محکم نگه دارن اون چیزی که مرحوم عبدالباسط خودش نگه داشته. خب ما این بود که انشالله ما در آینده در پروگرام ها انشالله رحمان اسنادش هم داریم. هر ماه پروگرام و بیوگرافی یکی از شیخهای معظم الازهر شریف به شمول شیخ عبدالباسط صاحب، مصطفی اسماعیل رحمت الله علیه، منشوی و و و همینطور به ترتیب نوبت از اونا قرائت هم به شما پخش میکنیم و زندگی نامه از اونا که چه کار کردن، چی رقم شد که اونا به اینجا رسیدن، چی شد چی نشد. انشالله ما در پروگرام های بعدی به خدمت شما هستیم. و بعد از خوندن آقای شهزاده ما خدمت شما هستیم. شما میتونین انشالله تلفون هم بکنیم، ما تلفون ها رو میگیریم. اگه کدام صحبتی داشتین، کدام حرفی داشتین، ما در خدمت شما هستیم. خب جناب آقای شهزاده بفرمایید، خدمت شما هستیم. آقای انوری سلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المحدوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدون في القلوب وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء وإذا قيل لهم آمنوا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تقدير وتشكر میکنم از جناب محترم آقای شهزاده انوری که برای اولین دفعه بود آمدن پای تلویزیون بسیار زیبا و روان خواندن بسیار علی بود تقدیر و تشکر میکنیم جناب آقای شهزاده بفرمین که شما مشغول به چی کار هستین درس میخوانین نمیخوانین چی کار میکنین بفرمین ما موتر رنگ مالی کار میکنم اینمی سالم شروع کردم بله اسپلونگ فاتسک لکیرم موتر رنگ مالی بسیار خوب بسیار خوب مکتب تا سنف چند ادامه دادین تا سنف ده تا سنف تشکر بسیار عالیه شما کدام اگر پیام چیزی دارین بفرمین در بینندگان برای عزیزانی که هم نوع شما هستن میتونین پیام خود بگیم چیکار بکنن چیکار نکنن مترنگ مولی؟ نه در رابطه با امور قرآنی اگر شما کدام پیام دارین بفرمین بگیم بسیار مهم است قرآن شریف بخونیم بخاطر بی که قرآن شریف نخونیم
قرآن شریف از سم سیاد نمیگیریم و قرآن شریف کتاب الله سبحانه و تعالی است و دو خاطر بر ما مسلمان ها بسیار مهم است اینمی قرآن شریف یاد بگیریم و حفظ کنیم و بسیار خوب است اگر از یادم بگیریم. احسن ماشاءالله. منظور شنی بود که از یاد بگیریم یعنی حفظ بکنیم. بسیار عالی بود، تقدیر و تشکر میکنیم، امیدوار هستیم که موفق باشین. بینندگان عزیز گرامی ما میتونن تلفون هم بکنن، ما در خدمت اینا هستیم، تلفون های اینا رو میتونن دقایق داشته باشین، اگر کسی تلفون میکنه صحبت داره ما در خدمتشان هستیم. و نکته که لازم هست به عرض شما بینندگان بسیار عزیز گرامی برسانم که عزیزانی که بخصوص در محدودی در گدوف هستن، در علمو هستن، ممل منسفک هستن، مستظر هستید که ما هر هفته روزهای یک شنبه از ساعت 10 الی 12 تقریبا اونجا ما هستیم در خدمت عزیزان و در خدمت جوانان، نوجوانان که تعلیم قرآن، قرائت، روخانی خواسته باشن، ما در خدمتشان هستیم انشاءالله. میتونن تشریف بیارن از ساعت 10 الی 12 کوشش کنن. و نکته دیگر که لازمه که ما همینجا تقدیر و تشکر بکنیم و امیدوار هستیم که مورد رضای خداوند تبارک و تعالی قرار گرفته باشد و قرار بگیره که از طرف فامیل محترم برادر عزیزم هنرمند محبوب کشور ما جناب آقای سودزی صاحب و همسر گرامیشان اونا متقبل شدن با اینکه ما احسن الحدیث همیشه خود به چای اسپانسر میشن. مگم که ای هست که ایشان زحمت کشیدن انشالله رحمان هر ماه برگ سبز تحفه درویشه که ما بر انشالله جایزه تقدیم میکنیم خدمت نوجوانان و نونهالان و عزیزان قرآنی ما. خدا قبول درگاه بکنه و انشالله خداوند به کارشان، به زندگیشان برکت بده انشالله رحمان. تشکر میکنیم از خانواده محترم آقای سودزی به شخص خود محترمیشان و همسر گرامیشان که باعث تشویق میشن، باعث ترویج میشن همیشه و حسن الحدیث و سایر پروگرام های قرآنی کمک میکنن. خب آمده میشیم، مثل که تلفون آمدن، ببخشیم، بفرمایید. علیکم السلام. یک کمک بلندتر صحبت کنید، خود معرفی کنید که صدای مبارک شما رو ما بشنویم. از کجا تماس میگیرید؟ السلام علیکم، من یاسین نوری هستم، از برلین نمرو شما با تماس شدیم. بله بفرمایید، صحبتی داریم، بفرمایید. شما خوب هستین؟ تشکر. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مولانا خیلی محترم، خوب هستی شما جان کنجور صبح. تشکر. الحمدلله. سلام خدا خدمت شما و خدمت شد. بسه که صدا شما خیر باشه. خب انشالله که ما همونطوری که قول داده بودیم خدمت شما که در پایان تلاوت بسیار زیبا و شیوا داریم از قاری کشوری جناب آقای عبدالباسط ذبیحی که چهرهشان برای شما شناخته شده هستند و از آوان نونهالی در خدمت قرآن بودند که کلیپایشان شما میتونین در یوتیوب مشاهده بکنین. خب اشکی تلفون آمده. بله بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. تلویزیون خود صدای پایین کنین که صدا مبارک شما صحیح بیای. بفرمایید، خود معرفی کنیم، از کجا تماس میگیرین؟ تشکر، شب شما بخیر. شما را میبینیم، آقا پسرتان را میبینیم، دوستایتان را میبینیم. تشکر. خواهش میکنیم یک خواندن عبدالواسط بکنیم که خیلی دلمو تنگ شده به خواندن شما. انشالله که حالا ما امشب خدمت قریص جناب آقای عبدالواسط ذبیحی هستیم. مگر نامشان عبدالواسط هست، مگرم از آوان نونلی با عبدالواسط شروع کردن، اما مگم حالا مکتب مرحوم مصطفی اسماعیل با ما میخوانن. مشکلی نیست، باز انشالله شبای عطیه بنده در خدمت شما هستم. انشالله از مکتب مرحوم عبدالباسط برای شما خواهیم خوان یا کلیپای از خود جناب شیخ مرحوم برای شما به نشر میرسن. تشکر از اینکه با ما تماس گرفتین. خدا حافظ شما. خب بله. خب
خب در خدمت جناب قری صاحب عبدالباسط زبیه هستین که برای ما تلاوت میکنن دقایق. اگر وقت باقی بود باز ما در خدمت شما هستیم، تلفن شما رو میگیریم. بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی خیلی خوش آمده. خواهش میکنم، سلامت باشین. انشاءالله تلاوت میکنم از سوره مبارکه ابراهیم آیه 35. بله انشاءالله در خدمت شما هستیم. بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ما شاء الله ما شاء الله، الله يزيدك، الله يفتح عليك. رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنه عليك. الله يزيدك. احسن يا حبيبي، احسن احسن. ربنا صلوا على الحبيب، صلوا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما شاء الله. الله ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي وَرُزُقُهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. الله 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 الله، ما شاء الله. الله يزيدك، الله ينصرك، ما شاء الله. ربنا يزيدك، الله يفتح عليك. الله 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 الله. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة
فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت أحسنت، حياك الله يا شيخ، الله يفتح عليك. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. تقدير وتشكر میکنن. احسن بارك الله حياك الله. واقعا بهرمند شدیم از قرائت زیبای جناب قریص عبدالباسط زبیهی در مکتب مرحوم مصطفی اسماعیل رحمت الله علیه. قبل از اینکه برادر که پشت خط هستن تلفن اونا رو داریم، صدای بفرمایم شما. من صدیق اسم شما رو زحمت میدم از آنبول قریص محترم. نام مبارک بفرمایید. نام کوچیک من صدیق اسم از آنبول شما. خب مهربانی بفرمایید. بفرمایید سر پیش شما فرمودین که در بگدوف یا در علمو شما تدریس قرآن قرآن در برگدوف کوچه تپه جام و پلوی کافلند و زارتون اونجا مسجد جامع شریف کوچه تپه جام است. بله بسیار تشکر. خواهش میکنم. تشکر از تلفن شما صاحب. السلام علیکم. سلام سلام. بفرمایید. الو بله مهربانی بفرمایید که دقایق آخر صحبتی داریم. بفرمایید معرفی کنید خودتانه. سلام علیکم محترم، عرض ادب دارم خدمت شما و قاضی صاحبای بزرگوار. خواهش میکنم جناب محترم. البته امی قاضی صاحب که در دم قرار دارن اول قرائت کردن. بله و قاضی صاحب که فعلا قرائت کردن. بله عبدالباسط بسیار عالی بود. تشکر از شما. خیلی امی بچگه که کدوی دم امی خواند، یعنی از خداوند پاک بهش توفیق بیشتر آرزو دارم و اگه ای بیشتر کار کنم. ماشاءالله بسیار تقویم بله. و و آوازش بسیار خوب بود. بله شما خود معرفی نکردین، نام مبارکتان رو بگین، خود معرفی کنین سر. اسم من عبدالمحمد توخیس از شهر اخن با شما بتاقید. ماشاءالله جزاکم الله خیر. بله جناب آقای توخی اینا سم ما قبل روخانی قرآن میکردن، ترتیل میخوندن. انشاءالله اینا در آینده کسانی هستن که از قرآن بسیار عالی میشن و خدا توفیق بده که در الازهر شریف تشریف ببرن پای دست و اساتید مصری زانو بزنن. تشکر از شما، خیلی زحمت کشیدین سر. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. برادر ما فقط تشکر تشکر. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. شب شما بخیر. بفرمایید عاجل که وقت به پایانه. میخواستم با آقای زبی صحبت کنم. بفرمایید مهربانی صحبت کنیم آقا. سلام علیکم آقای غازوی. بفرمایید شب شما بخیر. صحت شما خوب ان شاء الله. بله بفرمایید. تشکر از شما. با تشکر از این برنامه متنوع شما واقعا که ما رو شاد می‌سازه. خواهش می‌کنم. یک آرزویی که داریم اصلا در آخر برنامه یادار بسد از صدای زیبای شما هم می‌خوام استفاده کنم. تشکر. ان شاء الله ما در خدمت شما هستیم برای آینده. باز شبای عطیه به خدمت شما هستیم. خیلی تشکر می‌کنم. شب شما بخیر آقا. قربان شما. سلامت باشیم. تشکر.
قسمتی که قریص عبدالباسط خواندن از دعای حضرت ابراهیم علیه نبی و علیه السلام بود که دستا را بالا کردن و گفتن خدای این سرزمینی که ما در اینجا هستم مکه معظمه سرزمین حجاز ایر برای همیشه امن نگهدار و دعای حضرت ابراهیم شامل اونا شد الحمدلله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته